مهمونی ویژه رفتی؟ خب منظورتون ماه مبارک رمضان اگه بله خب منم مثل تو مات این قسم تو هم مثل من امشب و دوتی آدم احساس نزدیکی میکنه به خودم واسطه ای نداره میگم مهمونیه واقعا مهمونیه واقعا مهمونیه به شرطی که باشی نباشی نه شکمتو خالی گذاشتی و یه رژیم غذایی گرفتی و هفت شد کلیشه‌ای باشه ولی خب نباید فقط زبونمون دهنمون روزه باشه چیزی نخوریم کلا همه اعضای بدنمون باید روزه باشه برسم 100% عاشقش میشم برسم اون موقع با دل و جون نماز میخونم نه فقط موقعی که مشکلی برام پیش اومد خدا خدا کنم ولی باید بهش واقعا بهش رسید دیگه دعا میکنم تا اجابت بشه دعا میکنم خب آدم وقتی یه سری چیزا جلوی چشش هست شاید نبینه ولی موقعی که در دسترس نیست یعنی خودمونو من میکنیم از خوردن آشامیدن خیلی از کارها اون موقع بیشتر نعمتهای خدا رو میبینیم دلتون باز کدوم لحظهش تنگ شده که دوست داری زودتر بهش برسید خیلی برای لحظه از دانش سهرش قشنگتر پا میشی نماز بکنی بعد منتظر تندون بخوری که از این ندن خیلی قشنگ نمازم من افطاری بعد وقتا خانوادم نیستم ولی سریع همیشه با هم جمعیم صمیمیتش بیشتره از این سفره ها معجزه دور نیست ببین دست دنیا تو دست منه حس خوبی دارم من خودم خیلی چیزا که میخواستم تو شب قدر گرفتم به بارون و به آسمون دوتی چه مهمونی با شکوی شده تو این لحظه هایی یه ماه فرصت داریم خب آدم به لحاظ روحی جسمی پاکتر میشه واقعا یه تزکیه نفسه ذره خودمون کار میکنیم ذره کم و کاستیامون رو جبران میکنیم همین که آدم بتونه دلش رو از غیر خدا خالی کنه به نظرم بزرگترین آمادگیه شاله که بتونیم شیاطین در قول زنجیرن خودش خیلی به نظر من نکته مهمیه یک ماه مراقبت کامله پیامبر اکرم صلی الله فرمودن که فضیلت و برکت این ماه انقدر زیاده که شما اگر میدونستین همیشه آرزو میکنین که تمام ماهای خدا ماه رمضان باشه از این سفره ها معجزه دور نیست ببین دست چه مهمونی ما شکوه شده تو این لحظه هایی کم صحبتی ماه رمضان شما را دعوت کرد خدای تبارک و تعالی به مهمانی خودش همونطور که میبینید مهمانی خدا صوم است مثل مهمانی ماها نیست که اونجور تشریفات داشته باشه پرهیز دادن است از اون چیزهایی که مربوط به شهوات انسان است توجه بکنید که ماه مبارک را به آدابش عمل بکنید یعنی آداب روحیش فقط دعا نباشد دعا به معنای واقعیش باشد خواندن خدا و تذکر خدا به معنای واقعی اون تذکری که نفوس را مطمئن می کند اون ذکری که ذکر الله تطمئن القلوب یاد خدا واقعا و حاضر دیدن خدا را در همه جا ماه مبارک را به تذکر خدا، به ذکر خدا و به رحمت‌های خدا که به شما عنایت کرده است شکرگزاری کنید و ذکر خدا را بگید، یاد خدا را بکنید که خدا شما را موفق کند به اینکه دست‌هایی که میخوان تشدد در این ملت ایجاد کنند خدا اون دست‌ها را موفق نکند و از همه بالاترین است که انسان خودش را اصلاح کند در ماه رمضان ما محتاج به اصلاح هستیم محتاج به تهذیب نفس هستیم تا اون دم آخر ما محتاجیم پیغمبرها هم محتاجند انبیای بزرگ هم محتاجه منتها اونها احتیاج خودشون را فهمیدن و دنبالش
عمل کردند و ما از باب این که حجاب داریم نتوانستیم بفهمیم و به تکالیف خودمون عمل نکردیم. امیدوارم که انشاءالله این ماه مبارک رمضان به همه شما مبارک باشد و مبارک بودن به این است که بنابراین بگذارید که به تکالیف خدا عمل کنید. این ادعیه‌ای که وارد شده است در ماه مبارک رمضان و در ماه شعبان، اینها راهبر ماست به مقصد. به تعبیر شیخ ما رحمه الله، قرآن ساعد است. ادعیه را ایشون تعبیر میکرد به اینکه قرآن نازل است و این قرآن ساعد. در هر صورت ظرافتی در این ادعیه مبارکه هست که سابقه ندارد. اینها را توجه بهش بکنید. انسان را این ادعیه میتواند حرکت بدهد. ماه مبارک میتواند که انسان را موفق به بسیاری از امور بکند. ماه مبارک میتواند انسان را طوری بکند که تا ماه مبارک دیگر یا تا آخر دیگر کنترل بشود و تخطی از این که رضای خداست نکند. من امیدوارم که همه ما موفق بشیم به این که این ماه مبارک را با ذکر خدا و توجه به خدای تبارک و تعالی به پایان برسانیم که خدای تبارک و تعالی در عید رمضان به ما عیدی عنایت کند و اون استقلال تام ما، آزادی تام ما بیمه شده و جمهوری اسلامی بیمه شده. خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم. تو بر ما ببخش، تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشیم در اون. خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشیم. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحانك 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 سبحانك